سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ضلالا بعيدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي به تقوی الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش می کنم. سردار سخن امام سفید رویان امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن تقوا نهایت خوشنودی خداوند از بندگان خود است و نهایت خواسته خداوند از آفریدگانش. چیزی که در لحظه لحظه زندگی ما را از هر خطر و ضرر و آسیب می تواند حراست کند و حفاظت کند تقواست. لذا موظفیم و مأموریم تقوا را حفظ کنیم و با تقوا خودمان را از خطرات محافظت کنیم. الا فسونوها و تسونو بها، آگاه باشین، تقوا رو حفظ کنین و خودتان را با تقوا محافظت کنید. بحث خطبه اول بحث قرآنی است. امروز راجع به یکی از موضوعات مهم در زندگی، بحث فقر از منظر قرآن، نه اساس فقر که موضوع روشنی است، بلکه شناخت دقیق از فقر و راه بیرون رفتن از این پدیده و از این آفت و از این معضلی که نه تنها خودمان به دلایل گرفتاریم، بلکه دشمنان اسلام زمینه این بحران را برای جوامع اسلامی همیشه برنامه ریزی کردن و دنبال میکنن. این بحث را از منظر قرآن در خطبه اول دنبال میکنیم و در خطبه دوم موضوعاتی که لازم است تذکر داده شود به اونها میپردازیم. در هفته گذشته این بحث مطرح شد که اسلام دین فرهنگ است، دین علم است. در چنین مکتبی و در چنین باوری چیزی که اصالت دارد تحقیق است، نه تقلید. اگر ما از مجتهد جامعه و شرایط تقلید میکنیم، این در ظاهر تقلید است، اما در حقیقت
بالاترین تحقیق است. چرا؟ چون به ما دستور دادن من کان من الفقها حافظا لدینه سائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. هم از نظر علمی سرآمد روزگار است بعد از امام معصوم، هم از نظر اخلاق، از نظر دیانت، از نظر دلسوزی و خردورزی بالاترین جایگاه و بالاترین ظرفیت را دارد که به ما دستور داده شده از چنین انسانی تقلید کنیم. قرآن می فرماید هم قبول کردنتان و هم نفی و تکذیبتان باید بر اساس تحقیق باشد. اگر چیزی را میپذیرین بعد از تحقیق، اگر چیزی را نمیپذیرین و رد میکنین با استدلال و با دلیل و با برهان. ولا تقفو ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یه روایت داریم، المؤمن ملجم، مؤمن ملجم است یعنی لجام داره. این روایت به این معنا نیست که مؤمن حرف نزنه. چرا؟ چون در روایات فراوان داریم اگر حق نگویی ساکت باشی شیطان گنگی، از ساکت و عن الحق از شیطان الاخرس. کسی که حق نمیگوید شیطان گنگ است. این روایتی که میفرماید مؤمن ملجم است، مؤمن لجام زده است، یعنی مؤمن حرف بی تحقیق نمیزنه، حرف بی دلیل نمیزنه، بیان بی سند و بی برهان ندارد. قبول کردنش با استناد است، رد و انکارش هم با استناد است. بر این اساس اسلام تحقیق را بالاترین راه بیرون رفت از همه گرفتاری ها می داند. با این مقدمه و در واقع ربطی که بین بحث این هفته و هفته گذشته و خطبه هفته گذشته ایجاد شد، امروز راجع به فقر، نه به عنوان این که امروز جامعه ما در شدت نگرانی و آسیب و در واقع فشار قرار دارند. البته وظیفه است این موضوعات هم در فضای مثل فضای نماز جمعه بحث شود، مردم بفهمند، متوجه همه حوادث و احتمالات باشند، اما با عنوان یک حرف که بالاتر از این است، تنها در مقطع فقر و فشار اقتصادی مطرح نمی شود. در شرایط عادی و حتی در شرایط وفور نعمت و فراوانی هم باید ما این مباحث را دنبال بکنیم. بحث فقر در آیات قرآن، در روایات فراوان مطرح است. فقر از ریشه فقار است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، سوره مبارکه فاطر آیه 15. فقار به معنای مهره های پشت انسان است. فقیر کسی است که ستون فقرات او شکسته و آسیب دیده. دقت کنین گای در فرد این حالت است، ستون فقرات شکسته، کمر که بالاترین قدرت کار را دارد از او گرفته شده. اگر این وضعیت به سراغ جامعه بیاید، یک جامعه فقیر شود،
همون گونه که از انسانی که ستون فقرات ندارد هیچ انتظاری نمی رود، حتی خانواده از او مایوسه، فرزندان از او مایوسن، همه به او باید ترحم کنن. اگر جامعه گرفتار فقر شود دیگه امید پیشرفت نیست، دیگه امید رشد نیست، امید تغییر نیست. تا فقر در جامعه رواج دارد، اون چه که به همدیگه نگاه میکنیم و برداشت داریم ناامیدی است، حرمان است، محرومیت است، انتظار ترقی نیست، انتظار پیشرفت و بهبودی نیست. با همه این مطالبی که عرض کردم، اینها زائده فقر است، اسلام با فقر در همه ابعادش مبارزه کرده. نباید اینطوری فکر بکنیم که از دست ما ساخته نیست. اتفاقا در هر شرایط ما میتوانیم با فقر مبارزه کنیم. اون مقداری هم که مردم وحشت دارن اونطوری هم نیست. همونطوری که شما مشاهده کردین، پشت سر گذاشتین، مسائل امنیتی را چقدر جدی و خطرناک و غیر قابل کنترل مطرح می کردن، اینها مدیریت شد. من به عنوان یک عضو از این جامعه با انگیزه، با امید و با باوری که دارم در این مسیر هم حرف از قرآن ارائه می کنم و معتقدم راه مبارزه با فقر وجود دارد. اسلام فقر را در همه ابعادش نکوهش کرده. بعد عرض میکنم آقا امیرالمومنین میفرماید اگر فقر به شکل یک انسان مجسم شود من او را نابود میکنم. معلوم میشه امیرالمومنین همگونه که در جنگ ها هر مظهر از بیداد را نابود کرد، برای نابودی فقر هم برنامه داره. اسلام راهکارهایی را برای مبارزه با فقر ارائه کرده. به این نکات لازم است بیشتر توجه کنیم. یک، ترغیب به کار. جامعه ای که دنبال کار نیستن، انگیزه کار ندارن، روحیه کار ندارن، منتظرن دیگرا کمک کنن، دیگرا به اینا برسن، دیگرا به اینا مثلا عاطفه نشان بدن، این جامعه پایان کارش آسیبه، پایان کارش فقر است، پایان کارش به جا زدن و به جا ماندن است. پس اولین راه کار و مبارزه با فقر اینه که ما ترغیب به کار بشیم. دو، آسان کردن دسترسی به اموال عمومی. این را عرض میکنم نه به عنوان یک انتقاد، بلکه به عنوان یک راه کار، به عنوان یک طرح، به عنوان یک ایده. باید حاکمیت ها در هر برهه از زمان راه های دسترسی مردم را به اموال عمومی تسهیل کنند، آسان کنند. اگر معدن است، اگر اراضی است، اگر آب است، اگر امکانات است که جامعه با دسترسی پیدا کردن به اونها اشتغال پیدا می کند، شغل پیدا می کند، اینا را باید تسهیل بکنند. نمیشه ما به این حرفا گوش ندیم، بگیم ما مسلمانی درجه یکیم. راه مبارزه با فقر آسان کردن دسترسی به امکانات و اموال عمومی است. گاهی آدم واقعا حسرت میخوره چقدر امکانات در این کشور وجود داره اما مردم دسترسی ندارن. آیا شایسته است کشوری با داشتنی این همه سرمایه و ذخایر گازی کیلوی گاز بخرن به یک دلار به 90 افغانی؟ خب این ظلمه، این واقعا ظلمه.
نمیگم مثلا حاکمیت جدید مسئولیت این کار داشته، در حکومت‌های قبلی بوده و این حکومت هم باید دقت بکنه. این راه است، اهدنا الصراط المستقیم فقط در عبادات نیست، در مسائل اجتماعی هم هست. نظارت دلسوزانه، مشفقانه، آگاهانه هیئت حاکم، حکومت باید نظارت بکنه، اما با سه تا ویژگی. اولا نظارت، نظارت آگاهانه باشه. ثانیا این نظارت با تشویق، با دلسوزی، با محبت باشه. مرحله سوم اینها نظارت از جانب حاکمیت با دانش روز مجهز باشه. اینطوری نمیشه که ما از سیستم های روز استفاده نکنیم، از صنعت روز استفاده نکنیم، کاری که مثلا در یک روز انجام میشه ایره به یک ماه ما معطل بکنیم بعد انتظار پیشرفت داشته باشیم. خب طبیعی دنیا در حال رشد است، در حال سرعت برای رسیدن به دستاوردهای بالاتر است. ما برای رسیدن به یک امکانات اینطوری باید همه نظارت ها ما نه عوض بکنیم و به این قسمی که عرض کردم مجهز شویم. این بخش سوم و نکته سوم برای بیرون رفتن از فقر. مسائلی که در اسلام هست، بحث نظارت مشفقانه، دلسوزانه، عالمانه و همینطور نظارتی که دیگرا را وادار بکنه و ترغیب بکنه به کار، این از یک طرف. مسائل خمس و عشر و زکات و صدقات از طرف دیگر. خب بله، وقتی که یک عده‌ای دسترسی به امکانات پیدا کردن، عده‌ای پیدا نکردن، اینا در قبال اونا مسئولیت دارن. متاسفانه امروز و سالها در کشور ما این جنبه مغفوله. ما به این جنبهش توجه میکنیم که مردم خمس بدن، سهم امام علیه السلام بدن، مردم عشر بدن. خب باید بدن، اما از اون طرف باید راه‌های دسترسی به ثروت هم فراهم بشه، راه‌های رسیدن به منابع هم باید تسهیل بشه. از کسی که سرمایه ندارد انتظار رشد نمی رود. ما از یک طرف باید اون قسمت را تقویت کنیم، از طرف دیگر این انتظار را داشته باشیم. مسئله مهمتر در فقر اعتقادی مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. ما در بحث فقر تنها فقر مادی را نداریم، ما فقر فرهنگی داریم، فقر اعتقادی داریم. وقتی در یک جامعه امری نهی نباشد، این جامعه طبیعی است که سقوط میکنه. از یک طرف باید امر معروف و نهی از منکر زنده باشد، از طرف دیگر زمینه تربیت مردم، زمینه آموزش مردم، زمینه آگاهی مردم فراهم باشد. نمیشود یک جامعه را شما فقط با تذکر دادن اصلاح کنین. این جامعه را باید در تربیتگاه ها، در مدبه ها وارد کنین، مکاتب، دانشگاه ها، حوزه ها، مراکز تحصیلات عالی باید با همه ظرفیتش هم در بخش علمی و هم در بخش اخلاقی فعال باشه. ما در رژیم گذشته، در حاکمیت گذشته آسیب های کلان دیدیم. بارها من در همین شهر به دانشگاه ها رفتم، در مجالس شرکت کردم، در انجمن ها بودم و این مطالب را مطرح می کردم. یادم نمیره که وقتی در دانشگاه بلخ شرکت کردم، مسئله قرآن که شما شنیدین، ترجمه قرآن را به نام قرآن، یک ترجمه که دور از حقیقت بود به نام قرآن اینجا به خورد مردم دادن، آیات زن ستیزی را به نام اسلام در اینجا مطرح کردن، من شاید
15 سال قبل 16 سال قبل در دانشگاه شرکت کردم در اون مجلس، خانم ها و دانش آموزای دختر و پسری که حضور داشتن برای اونها طرح دادم، گفتم با تظاهرات نمیشه این مسائل مهار کرد، باید عالمانه آگاهانه در دانشگاه ها مسائل قرآنی دنبال بشه. امروز هم ما برای مبارزه با فقر نمیتوانیم رای کار داشته باشیم مگر اون که بحث تربیت بالا ببریم. مهمترین عامل فقر زدائی عامل علمی است. ما نمیتوانیم در یک جامعه رشد علمی را ممنوع کنیم، زن درس نخوانه، رشد نکنه، مرد متخصص نباشه، از طرف دیگه انتظار داشته باشیم ما یک جامعه که دستش پیش دیگرها دراز نباشه داشته باشیم. این محال است. اسلام وقتی بحث فقر را مطرح میکنه، علما در جلسه هستن و من به عنوان این که فضای نماز جمعه است و اهل معرفت شرکت میکنن مطرح میکنم، میدانم بحث عمیق است. اسلام در هر دو بخش فقر مبارزه کرده، یک بخش، بخش اعتباری و اقتصادی است که محل بحث امروز ما است. اسلام با این بخش به دقت مبارزه کرده و آمده این مسائل را برای اون که مؤمنین و مسلمین در امان بمانند معرفی کرده و راه‌های مبارزه با او را مطرح کرده. مثلا آقا رسول الله فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک است مردم به کفر برسانند. اللهم ان اعوذ بک من الفقر، خدایا من به تو پناه میبرم از فقر. همونطوری که ما از شیطان پناه میبریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، باید از فقرم پناه ببریم. خب چگونه پناه ببریم؟ برای که اگر در جامعه فقر آمد مشکلات می آیه، اخلاق ضعیف میشه، عزت زیر سوال میره، غیرت و مردانگی آسیب میبینه، روحیه عزت و روحیه آقایی همیشه خدشه‌دار میشه و این طرح دشمن است. یعنی جهان کفر این باور رو داره و این برنامه رو داره. شما سوره منافقونه که مستحب است در نماز جمعه در رکعت دوم خوانده شود دقت بکنین، بخش عظیمی از این سوره همین مسائل است. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ایمانكم کفارا حسدا من انفسهم، یک عده دوست دارن شما را برگردانن، از اسلامتان برگردانن. این راهش تنها جنگیدن نیست، راهش همینه که جامعه اسلامی را وادار به فقر بکنه، زمینهای فقر جامعه اسلامی را فراهم بکنه. امروز ببینین مقدار سرمایه افغانستان، اونم خیرات بوده، اونم کمکهای جامعه جهانی بوده، اینا را اینا منجمد کردن، چی حالی پیدا کردیم؟ همین وضعیت در کشورهای همسایه ماست. منتها فعلا شرایط طوری است که این وضعیت و این فشار را علیه اونها ندارن. ما برای بیرون رفتن از این وضعیت باید یک کار اساسی بکنیم. کار اساسیش این است که حاکمیت منابع عمومی را همگانی کنه. این مسائل منطقوی و قومی و مذهبی را که الحمدلله ما شاهد یک تحول در این وضعیت جدید هستیم، اینها را باید خیلی کوچک و حقیر بشماره. برای مبارزه با فقر باید پلان داشته باشیم. خیلی کشور ظرفیت داره، آب داریم، خاک داریم، نیروی انسانی داریم، منابع داریم. شما ببینین همین زغالی که به نظر نمی آید،
کجای این کشور است که از این سرمایه بهره‌مند نباشه؟ ایره باید همگانی کرد، ایره باید در اختیار همه قرار داد. استفاده و بهره‌مند شدن همه مردم امروز، اون چه که ما نگاه میکنیم این است که یک عده خاص، اونهایی که به یک هدف حرکت میکنن، اونها این قضیه را دارن مدیریت میکنن، یک جریان خاص این را دنبال میکنن، اما 80% 90% مردم محرومن. خب این رای مبارزه با فقر نیست. راه مبارزه با فقر این است که امکانات عمومی در اختیار همه قرار بگیره. ما باید به این نقطه برسیم و این باور باید عملی بشود که این کشور مادر همه است. اگر پیغمبر فرموده حب الوطن من الایمان، ما همه من باید این کشور دوست داشته باشیم. با فرار کردن، با بیرون رفتن، با تخلیه کردن با فقر مبارزه نمیشه. ما باید احساس بکنیم این سرزمین مادر ماست. مادر باید محبتش، نوازشش نصیب همه شود که همین است. این وضعیت ایجاب میکنه ما برای مبارزه با فقر برنامه داشته باشیم و اسلام این زمینه را فراهم کرده. دیگه فرصت کم مان. امیر بیان واقعا اینه که آقا فرمودن ما سردار سخنیم، ریشه این درخت در خانه ما، سایهش بالای سر ماست. فرمودن لو تمثل لی الفقر رجلن لقتلتو، اگر فقر به قیافه انسانی نزد من می آمد و متمثل می شد، من او را خواهم کشت. ما باید بیاییم فقر رو بکشیم. من از روز اول این حس داشتم، این روحیه‌ای که ملت ما را این گونه با آسیب رسان روحیه بدی بود. ما در دهه‌های گذشته، در 30 سال قبل، در 40 سال قبل، اگر مشکل اقتصادی هم داشتیم این روحیه را نداشتیم. روحیه کار، روحیه عزت، روحیه آقایی در جامعه ما موج میزد و متاسفانه امروز وضعیت پیش آمده که همه منتظریم دیگرا بیاین دست ما را بگیرن. اگرچه وظیفه هر انسان است در قبال یک انسانی که گرفتار است احساس مسئولیت بکنه، اما یقین داشته باشیم این راه نیست. من مجدداً این بخش بحث را تکرار میکنم که با جهالت و با نادانی و با دوری از تخصص ما نمیتوانیم با فقر مبارزه بکنیم. یکی از راه‌های مبارزه با فقر مبارزه با جهل است. نزدیک شدن به علم و تخصص و تکنولوژی بهترین و سالمترین راه مبارزه با فقر است. خدا همه مراجع عظام تقلید حفظ بکنه. مراجع بزرگوار ما وقتی در محضرشان شرفیاب می شدیم و توفیق پیدا می کردیم، یا از شخصیت هایی که با اونا ارتباط داشتن می گفتن برای مبارزه با فقر باید بچه هاتان در بخش تعلیم و تربیت کمک کنین، متخصص بار بیارین. یک پزشک می تواند یک جامعه را متحول بکنه. به امروز اگر شرایط طوری و وجود بیاید که پزشکای ما جامعه را رها بکنن، متخصصین اقتصاد ما، کشاورزی ما، معادن ما، شهر و ملت و مردم را رها بکنن، با چه وسیله ای می توانیم ما با فقر مبارزه کنیم؟ فقط با وجوهات یکی نمیشه. باید اون طرف تقویت کرد، این طرف انتظار داشت. خدایا ما را برای فهم قرآن، عمل به قرآن بیش از پیش یاری بفرما. ملت ما، مردم ما، دولت ما را خدایا مورد لطف و رحمت بیش از پیشت قرار بده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که با عبارت تلاش برای رسیدن به این نماز معرفی شده، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، با تلاش خودتان را به ذکر خدا برسانین، هم جایگاهی ارزشمند و والایی دارد و هم مسئولیت و رسالت سنگین به عهده کسانی که اداره می کنند و شرکت می کنند و در این تجلی عزت و اقتدار و عظمت اسلامی سهیمن، هم ثواب بالا و هم مسئولیت سنگین. یکی از مسائلی که لازم می دانم مطرح کنم در خطبه دوم، مسئله شرور، مسئله در واقع مشکلات، مسئله اختطاف و مسائل است که آرامش جامعه را به خطر می اندازه و در واقع مردم و مسلمین را نگران می کنه. ما وضعیت را که مشاهده می کنیم وضعیت مناسب است، یعنی اینکه نیروهای امارت اسلامی با تلاش، با جدیت و با هدفمندی قضیه اختطاف ها را دنبال میکنن و موارد را که با تلاش و زحمت رسیدن و افراد را که در این جریان گرفتار شده بودن اینها را نجات دادن، جای تقدیر داره و جای تشکر داره. و اینی که عده‌ای دنبال این جریان هستن، من دیشب از مسیری عبور می کردم، ساعت 7 شب بود، 4 جای چک پوین ها استاده بودند. اگرچه ما معطل شدیم، اما از این شیوه برخورد و از این جدیت استقبال کردیم. نباید دانش آموزی، نباید فرزندی از این مملکت و از این سرزمین گرفتار این وضعیت بشود که عده نااهل، عده شرور، عده خبیث و پلید خانواده ها را ناامید کنند. باید این قضیه جدی گرفته شود. راه های مبارزه با شر و نگرانی ما
فراوان داریم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن ان الله سبحانه، خدای منزه و مقدس و پاک، انزل کتابا هادیا بین فی الخیر و الشر، یک کتاب را نازل کرده، هم خیر را در او روشن کرده و معرفی کرده و هم شر را معرفی کرده. فرمود راه های خیر را دنبال کنین، به خیر میرسین، از راه های شر جلوگیری کنین تا به هدف برسین. حالا خیر چیه؟ شر چیه؟ من همین نکته را عرض بکنم و یک جمله ای هم در قالب دعا از حضرت جواد علیه السلام یک نکته ای را عرض میکنم و خطبه دوم تمام بکنم. دو خصلت جامعه را آرام میکنه، اینا نسخه است. خصلتانی لیس فوقهما من البر، دو چیز بالاتر نداره. یک، ایمان به خدا، واقعا ایمان به خدا پیدا بکنیم، حقیقتا بدانیم حرفی که میزنیم، حرکتی که میکنیم فردا باید جواب بدیم. این یک. دو، و نفع لعباد الله، به مردم خیرمان برسه، کمکمان به مردم برسه. امروز مردم ما به همون اندازه‌ای که به مسائل اقتصادی نیاز دارن، بیشتر به آرامش نیاز دارن، بیشتر به دلسوزی نیاز دارن. نگرانی مردم باید تبدیل به آرامش کرد، تبدیل به تومانی نکرد. فرمود که دو چیز بدتر از اونها نیست. یک، الشرک بالله، خدا را قبول نداشته باشیم. دو، و الضر لعباد الله، به مردم آسیب برسانیم، ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر ارضی، ضرر امنیتی، خانوادگی. ما برای مبارزه با این برنامه ها نیاز به یک مهربانی داریم، نیاز به یک ارتباط داریم، نیاز به یک همدلی داریم. اون چه که به صلاح مردم و جامعه است باید اون را خط اصلی و محور و معیار اصلی حرکتمون قرار بدیم. در گذشته ها عرض کردم، امروز هم عرض میکنم، کسانی که مسئولیت تأمین امنیت دارن، جامعه به امنیت نمیرسن مگر اینکه اونها در مقابل مسائل مادی به هیچ وجهی تسلیم نشون، در مقابل رشوت، در مقابل پول، در مقابل تطمیع و همینطور در مسائل اخلاقی. اگر این دو ویژگی را نیروهای امنیتی داشتن، امید به تعویض و امید به پیشرفت است. اگر نباشه امکان نداره. باید همه مردم سربازان امنیت و آرامش باشن و این در فضای همدلی مردم با حاکمیت مهربانی ها به وجود می آید. آخرین موضوعی را که عرض می کنم، دعایی است که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات از امام جواد علیه السلام نقل کرده. من این دعا را می خوانم. یک بار در یک مراسم جمعی که حدود 800 نفر از علما از اهل سنت و اهل تشیع در همین مصلا در ماه مبارک رمضان تشریف آورده بودند، این دعا را من به دوستان گفتم، بخشاش خان، امروز مناسب دانستم این دعا را بخوانم. امام جواد علیه السلام این گونه دعا میکنن: اللهم ان ظلم عبادك قد تمكن في البلاد حتى امات العدل، خدایا ظلم و ستم بندگانت در سرزمین های تو قدرت و توانایی یافته، عدالت را از بین برده، حتی امات العدل.
راه‌های هدایت را قطع کرده، حقیقت و حق را از بین برده، محق الحق، راستی را نابود کرده، ابطل الصدق، نیکی را مخفی کرده، اخفى البر، شرارت و بدبختی را آشکار کرده، اظهر الشر، تقوا را خاموش کرده، خوشبختی را نابود کرده، خیر و برکت کنار گذاشته شده، ازا الخیر، کجی و خروج از حق را تثبیت کرده، فساد و تباهی را رشد داده، کینه توزی را در بین مردم تقویت کرده و قوی العناد، ستمگری را گسترش داده، از حد تجاوز کرده. اینها را حضرت در یک بیان بسیار جامع که هیچ انسان غیر معصوم قدرت تحلیل نداره حضرت بیان میکنه. بعد میفرماید اللهم یا رب لا یکشف ذلک الا سلطانک، خدایا هیچ کسی و هیچ چیزی جز قدرت تو توان برطرف کردن این اوضاع را ندارد. اللهم رب فبتر الظلم، پروردگارا ریشه ظلم و ستم را قطع کن، تناب ستمگری و بیدادگری را پاره پاره کن. خدایا بازار شرارت و بدی را کساد کن، کسانی را که از آنها یعنی از شرارت و از خباثت نفرت دارند عزیز فرما. خدایا دعای امام جواد علیه السلام را در حق همه مسلمین عالم، در حق ملت و مردم و کشور ما مستجاب بگردان. زمینه مبارزه با همه آلودگی ها، خباثت و گرفتاری و ناامنی را برای حاکمیت و مردم ما بیش از پیش فراهم فرما. عزیزانی که با حضورشان به نماز جمعه این جایگاه عزت و بیداری با حضورشان و این مراسم به عزت اسلام و عزت مسلمین یاری میکنن، خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما، فرج آقا و مولای ما ساق و زمان معجل فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.